فرودگاه جان اف کندی و آماده باشه کامل برای مقابله با ایبولا. ما یک ورقه ای از جانب CDC یا همان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها تهیه کردیم که علامت ها و نشانه های ایبولا در آن ذکر شده است. به ماموران گمرک و حفاظت از مرز هم اجازه داده شده که با هماهنگی با کادر درمانی درجه حرارت بدن مسافران را گرفته و ببینند طبیعی است یا نه. مقررات اخیر در تعدادی از فرودگاه‌های آمریکا وقت گیر است، اما تقریبا همه مسافرانی که به فرودگاه جان اف کندی وارد می‌شوند از آن استقبال کرده‌اند. دومین و شدیدترین اپیدمی ایبولا در گینه، سیرالئون و لیبریه در غرب آفریقا متمرکز شده و آن سه کشور را به صورت مثلث مرگ درآورده است. علاوه بر فرودگاه جان اف کندی، 4 فرودگاه دیگر آمریکا نیز در این هفته دستورالعمل جدید را به مورد اجرا خواهند گذاشت. فرودگاه‌هایی که بیش از 90% از مسافرانی که از کشورهای آفریقایی غربی به آمریکا سفر می‌کنند به آن وارد می‌شوند. با این حال دکتر مارتین سانتورن، مدیر بخش قرنطینه در مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها می‌گوید خطر گسترش این اپیدمی را نمی‌توان به صفر تقلیل داد و برای مثال این اقدامات نمی‌توانست از ورود اولین فرد مبتلا به این بیماری که در خاک آمریکا فوت کرد جلوگیری کند، اما حلقه‌های حفاظتی بیشتری به وجود می‌آورد که شانس مقابله با ایبولا را افزایش می‌دهد. شنبه اولین تمرین جلوگیری از گسترش ایبولا در بریتانیا انجام شد. همچنین 16 شهروند اسپانیایی مظنون به ابتلای به این ویروس کشنده در مادرید، پایتخت آن کشور، تحت نظر پزشکان هستند. دولت آمریکا تقریباً 300 پرسنل نظامی را برای مقابله با ایبولا به کشور آفریقایی لیبریه اعزام کرده و پنتاگون نیز اعلام کرد در اولین فرصت 4000 تن از نظامیان آمریکایی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی و رسیدگی سریع به بیماران به غرب آفریقا اعزام می‌کند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.